تفکر امی جوانا صحبت کنم که اگر بتانم به کمک خداوند یک انگیزه ایره در مغزشون بردیم که لاقل یک بار کت خود فکر کنن. اولین گپ ممیز، آیا فکر در باره خانواده خودتان کردین که چقدر اونا ناراحت میشن؟ خب بیره مگذاریم، چون جوانای امروز هر کاری که میکنن میگن خود ما میفهمیم، اصلا در باره خانواده خود فکر نمیکنن. چی از لحاظ جنگ و دعوا باشه، چی از لحاظ ایجاب و بی ایجابی باشه، چی از لحاظ فحشات باشه، چی از لحاظ رقص و پایکوبی در صفحات اینترنتی باشه، چی از لحاظ گفتن فحشات صفحات اینترنتی باشه، اصلا متوجه نیستن که چی میکنن و چی میگن. در قصه خدا و پیغمبر خود نیستن، چون میگن ما او رو نمیبینیم، او ما رو میبخشه. اما لااقل در قصه آبرو و عزت خانواده خودم نیستن. گاهی خانوادهشان دهی کارشان سرفگنده میشن یا باعث افتخارشان میشن. اما که کت خودتان فکر کنین که اولاد خودتان در آینده که بزرگ میشه، کلان میشه، یا امی الان که اولادتان جوان هست، امی کار، امی لبز و اقارت فحشاتی را که شما در صفحات اینترنتی پخش میکنین به عنوان لایف میایین و چیزی که چتیات هست، چیزی که قصه های اتاق خوابتان هست، یکی که دیگه مرد زن دختر بچه میگین. فکر کنین که اولاد خودتان جوان میشه یا جوان است، امی کار میکنه. بیرون که شما میرین در مابین مجلس ها یا در یک جای میباشین، یک کس شما رو به عنوان مادر یا پدر اماتر یک فعال اینترنتی ببینه و امرتان برخورد کنه و شما رو تربیت کننده اماتر اولاد ببینه، آیا سرتان خوش میخوره یا بدتان میه؟ اگر خوشتان میه ادامه بدین بر کارایتان، اگر بدتان میه کوشش کنین که تغییر بدین خودتان. خودتان میفهمین این چیز نیست که کسی براتان بگویه. پیشیرتان چندین نفر مرده، چندین نفر نام، چهره و صدایش، تونل، لهجیش، آوازش در ذهنتان حق شده اما نیست، مرده. ما شما میمرد ازتان نام نیک بانین، در صفحات اینترنتی ازتان یک چیز بانین که او به درد ملت بخوره، او به درد جوانا بخوره، چی مسلمان چی غیر مسلمان به درد یک کس بخوره، نه ای که باعث گمراهی، باعث تقویت شهوت های شیطانی مردم شوین. چی جور کردین شما؟ از سنتان، از سن ما هم کده کلانتر، اما از خود اشتک اشتک جور میکنین. چی میگین شما در صفحات اینترنتی؟ چی از آیا شما یک دفعه دیگه خودتان گوش باز میگیرین نمی پخشتانه؟ یا هم تو پخش میکنین دیگه اصلا خودتان گوش، من فکر میکنم خودتان هیچ گوش نمیگیرین. اگر گوش بگیرین اتمن از سخنایتان خجالت میکشین.